سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز امروز سهشنبه 22 بهمن مراسم 35 سالگرد انقلاب 57 در شهرهای مختلف ایران برگزار شد محور شعارهای مراسم امسال بیشتر بر مناقشه هسته ایران و مذاکرات با غرب متمرکز بود در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جمع راهپیمایان در میدان آزادی سخنرانی کرد آقای روحانی در سخنرانی خود درباره انگیزه انقلاب گفت رژیم سابق ایران به مردم آزادی بیان و آزادی رأی نمیداد و مردم با انقلاب خود میخواستند کشور با رأی و نظر آنان اداره شود. آقای روحانی همچنین در مورد مذاکرات هسته جمهوری اسلامی گفت همه بدانند که مذاکره ما با کشورهای پنج به علاوه یک از سر عزتمندی، حکمت و در چارچوب عزت ملی و در مسیر آرمانخواهی ملت ایران است. گزارش ها حاکی است که راهپیمایی امسال تهران کم رونق‌تر از سالهای قبل بود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه در همایش موسوم به مرگ بر آمریکا گفت متاسفیم که بعضی ها که خود را انقلابی میدانند و در گذشته هم انقلابی بودند امروز به دنبال دوستی با آمریکا هستند وی گفته است این افراد چرا عزت و اقتدار ایران که بزرگترین دستاورد انقلاب است به آسانی می فروشند؟ فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته است ژنرال های آمریکا میدانند گزینه نظامی علیه ایران کارایی ندارد وی با اشاره به اینکه نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد گفته است امروز الله و اکبر همان مرگ بر آمریکاست آقای جعفری گفته دیدگاه های مختلفی در ایران و در رابطه با انقلاب اسلامی وجود دارد ولی ما با نگاه رهبری کار داریم و دیدگاه های وی ملاک ماست حیدر مسلحی وزیر سابق اطلاعات ایران میگوید بسیاری از گرانی ها و مشکلات اقتصادی موجود ناشی از سوی مدیریت است که نباید پای انقلاب نوشته شود آقای مصلحی درباره وضعیت زندگی مردم در دوره پهلوی نیز گفته دوران تاقوت زندگی همراه با ذلت و ننگ بود وی افزوده اگر در زمان تاقوت دانشجویی شروع به پیشرفت میکرد سر به نیستش میکردند اما امروز از نظر علمی ایران اسلامی رتبه هفتم در دنیا را دارد حیدر مسلحی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته است تشکیل صف برای دریافت کالای رایگان در ایران این پیام را به آمریکا میدهد که در جمهوری اسلامی خبرهایی است به گفته ما متاسفیم نمیدانیم چگونه باید برنامه و عمل کنیم که دشمن سوء استفاده نکند سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات ایران و از نظریه پردازان جناح اصلاح طلب در سی و پنجمین سالگرد انقلاب پنجاب و هفت نه تنها گفته که شاه قابل اصلاح بود بلکه فساد گسترده در زمان محمد رضا شاه پهلوی را رد کرده است. فساد گسترده و غیر قابل اصلاح بودن شاه از مهمترین دلایل آیت الله روح الله خمینی و دیگر انقلابیون تاکنون در دفاع از انقلاب پنجاب و هفت بوده است. این نظریه پرداز جناح اصلاح طلب در پاسخ به این پرسش که چرا در عمل اصلاح رژیم شاه اتفاق نیفتاد گفته است اصلاحاتی که شاه در اواخر حکومت خود در پیش گرفت خیلی دیر و خیلی کم بود به همین دلیل در آن زمان کم آن مقدار از اصلاحات اثر نداشت در آن زمان دیگر موج انقلاب بلند شده بود سعید حجاریان در زمستان سال 78 در مقابل شورای شهر تهران توسط سعید اسکر ترور شد و اگرچه زنده ماند اما دچار معلولیت شد ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر گفته است علی خامنه ای برای رفع برخی مشکلات کشور با آغاز گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک موافقت کرده است به گزارش دفاع آقای جباری افسوده است در مذاکرات نباید از موضع ذلت برخورد کنیم و اجازه دهیم که غرب به اعتقادات ما بخندد و ما را به بازی بگیرد بلکه باید از موضع بالا برخورد کنیم او گفته اگر مذاکرات از موضع ذلت باشد آن وقت گفته می شود که اینها افراد ذلیلی هستند که برای یک مبلغ ناچیز همه دستاوردها و داشتای خود را به قیمت ناچیز فروختند و خدا ما را ذلیل خواهد کرد در حالی که قرار است کمتر از یک هفته دیگر دور جدید مذاکرات خسته میان ایران و گروه پنج با علاوه یک در وین آغاز شود جنگ لفظی مقامات ایران و نیز اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی شدت گرفته است در همین حال حسن روحانی گفته است ایران آماده است برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره با گروه پنج با علاوه یک شود در دور جدید مذاکرات قرار است بر مبنای توافق ژنو مذاکرات نهایی انجام شود و پرونده هسته ایران به سرانجام برسد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با دفاع از سیاست خارجی و برنامه های اتمی ایران گفت که کشورش آماده است درهای خود را بر روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز بگذارد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای روحانی از اجرای توافق اتمی شش ماه میان ایران و گروه پنج به علاوه یک مصوم به توافق ژنو ابراز خورسندی کرد و گفت ایران برای آغاز مذاکرات با هدف رسیدن به توافق اصلی آماده است روحانی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که ایران این ظرفیت را دارد که تا سه دهه آینده جزء ده کشور اقتصادی اول دنیا باشد در همین ارتباط علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که کشورش حق تولید سوخت 20 درصدی را از دست نخواهد داد. آقای صالحی گفت ما در تأمین سوخت 20 درصد نیازمان را برطرف کرده ایم و به میزان کافی سوخت در اختیار داریم اما حق تولید سوخت 20 درصد را از دست نمی دهیم. وی افسود اگر به هر سطحی از غنیسازی در آینده نیاز داشته باشیم و از دادن آن به ما استنکاف کنند ما خودمان آن را میسازیم اگر برای امری صلحآمیز نیاز داشته باشیم روزی مثلا اورانیوم با غنای 60 درصد تولید کنیم تواناییاش را داریم این اظهارات در شرایطی است که بر اساس توافق ژنو جمهوری اسلامی حق غنیسازی بیش از 5 درصد را ندارد در همین حال و در شرایطی که چند روز به دور جدید مذاکرات ایران با پنج بلابه یک مانده مقامات ایران در اظهار نظرهای تحریکامیزی یک جنگ لفظی را با غرب آغاز کردند. آنها همچنین دست به اقدامات عملی تحریکامیز هم میزنند. در این خصوص و پس از آنکه ایران در یک اقدام تحریکامیزی کشتی خود را به سواحل آمریکا فرستاد، حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز گفته است نسل جدید های بالستیک را با موفقیت آزمایش کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دهقان این ها را نسل جدید های بالستیک برد بلند زمین به زمین بارانی، موشک هدایت لیزری هوا به سطح و سطح به سطح به نام بینا توصیف کرده است. وزیر دفاع ایران در این خصوص گفت این دستاوردها با وجود تحریم ها و فشارهای همه جانبی دشمن به دست آمده است. در رویدادی دیگر و به دنبال اعمال تحریم های تازه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه چند شرکت ایرانی، وزارت خارجه ایران نیز اصر روز دوشنبه سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در تهران احضار کرد. بر اساس این خبر که فارس آن را منتشر کرده این احضار برای اعتراض به تحریم برخی شرکت های ایرانی از سوی دولت آمریکا بیانیه اخیر وزارت خزانه داری و برخی سخنان مقام های این کشور بوده است وزارت خارجه ایران گفته است که تحریم های اخیر آمریکا مقایر روح توافق نامه هسته ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک بوده است وزارت خزانه داری آمریکا 17 بهمن ماه چندین فرد و شرکت را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها وارد فهرست سیاه خود کرد شرکت هایی که به فهرست تحریم ها اضافه شدند از کشورهای ایران، ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، لیختنشتاین و امارات متحده عربی هستند در بیانیه وزارت خزانه داری آمده بود که شماری از این شرکت ها به خاطر ارتباطشان با فعالیت های ایران در سوریه و افغانستان به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شدند. این دومین بار از زمان توافق هسته سوم آذر ماه ژنو بود که آمریکا افراد و شرکت را به خاطر نقض تحریم های ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. به دنبال اعلام این تحریم ها وزارت خارجه ایران آمریکا را به اقدام متقابل تهدید کرد. دور جدید مذاکرات در حالی آغاز خواهد شد که در توافق قبلی قرار شد که در ازای اقدام ایران به توقف غنیسازی 20 درصدی رقیقسازی و تبدیل ذخیره اورانیوم 20 درصدی غنی شده و نیز اجتناب از گسترش و افزایش سانتریفیوش ها بخشی از تحریم ها این کشور حذف شود این توافقات ظاهرا به نحوی مطلوب در حال انجام است در همین حال آمریکا تاکید کرده است که در دور جدید مذاکرات بستن تأسیسات قنیسازی فردو و توقف کامل ساخت راکتور عراک را در دستور کار خواهد گذاشت. کمیته تعیین اقلیم ها وابسته به کنگره گفتگوی ملی یمن رسما تقسیم این کشور به شش اقلیم را تصویب کرد. بنابر مصوبه این کمیته که ریاست آن را عبدالرب منصور الهادی رئیس جمهوری یمن بر دارد، از این پس یمن به صورت کشوری فدرال متشکل از شش اقلیم اداره می شود. جدایی طلبان جنوب یمن با این تقسیم بندی مخالف هستند. آنها خواستار تقسیم یمن به دو اقلیم اصلی شمالی جنوبی بودند تا بتوانند بیش از پیش بر یمن تسلط داشته باشند اما شماری از احزاب شمالی با این خواسته مخالف هستند و کشوری با چند اقلیم را ترجیح دهند. ریاست جمهوری مصر گزارش های منتشر شده مبنی بر محکومیت 14 متهم به مرگ به جرم حمله به پلیس را تکذیب کرد. در دو دیگر مرتبط با مصر اخوان المسلمین در واکنش به وزارت کشور مصر که این گروه را به تشکیل شاخه نظامی متهم کرده بود این اتهامات را رد کرد. منابع خبری گزارش دادند یک گروه نقابدار موتورسوار 23 ژانویه گذشته به کمین امنیتی در شهر بنی حمله کرده و به سمت نیروهای امنیتی حاضر در آن تیراندازی کرد که طی آن پنج سرباز کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند وزارت کشور مصر روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد یک گروه پنج نفره را در بنی سوایف دستگیر کرده است که از اعضای شاخه نظامی اخوان المسلمین هستند و در حمله به کمین امنیتی در ماه گذشته دست داشتند. اما دور دوم مذاکرات ژنو میان دولت سوریه و مخالفان آن در حالی در جریان است که اخزر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه در ژنو با نمایندگان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون این کشور به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد آقای ابراهیمی محور مذاکرات را آتش بست و تشکیل دولت انتقالی عنوان کرد دور نخست این مذاکرات که با توافق آمریکا و روسیه برگزار شد نتیجه ملموسی در پی نداشت دور جدید مذاکرات ژنو دو درباره بحران سوریه در شرایطی از روز دوشنبه 22 که بهمن در ژنو سوئیس آغاز شده است که اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه قصد دارد هم برقراری آتش بس و هم ایجاد یک دولت انتقالی را در محور مذاکرات قرار دهد. ده اخزر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه پس از دیدار با نمایندگان دولت و اعتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به صورت جداگانه گفت که در پی آن است که دو طرف را ملزم به بحث بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف کند در طرحی که ابراهیمی به دو طرف ارائه داد و خبرگزاری رویترز متنان را منتشر کرد از دولت اعتلاف ملی اپوزیسیون سوریه خواسته شده که پایبندی خود را برای دستیابی به توافقی در چارچوب گفتگوهای صلح جاری اعلام کند. همچنین در طرح هشت صفحه ای ابراهیمی از دو طرف خواسته شده است تا برای مذاکره بر سر مسئله اصلی آتش بس و تشکیل دولت یا شورای حکومتی انتقالی تمرکز کنند. در این تر آمده که این مسئله سختترین و پیچیده ترین موضوعات مورد اختلاف است. و توافق بر سر آنها نیاز به چندین جلسه مذاکره و گفتگوهای طولانی دارد این تر در عین حال تاکید کرده است که موفقیت روند سیاسی نیازمند آن است که دو طرف از ابتدا اعلام کنند که اراده کامل سیاسی برای تعامل با این دو مسئله را دارند در همین حال در این دور از مذاکرات بنا بر طرح ارائه شده ابراهیمی در پی آن است تا دایره گفتگوها را توسعه دهد به گونه ای که دو مسئله دیگر را نیز در بر بگیرد در همین حال نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاور میانه از برگزاری نشست سهجانبه روسیه آمریکا و سازمان ملل در روز چهاردهم ماه فوریه در ژنو برای بررسی مسائل سوریه خبر داد میخائیل بوگدانوف گفت گنادی گاتیلوف و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز چهاردهم فوریه با اخسر ابراهیمی نماینده ی دبیر کل سازمان ملل در مسائل سوریه در قالب سه جانبه دیدار می کنند. وی درباره مذاکرات سوری گفت روسیه و آمریکا برای نظارت دائمی بر روند مذاکرات طرفای سوری توافق کردند در رویدادی دیگر نیز سازمان ملل از تمدید سه روزه آتشبس در همس خبر داد والری آموس رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت که آتش بس تا پایان روز چهارشنبه آینده در هومس برقرار خواهد بود. این تمدید در حالی صورت می گیرد که در اولین روز اجرای توافق آتش بس در هومس این منطقه مورد هدف حملات خمپارهی قرار گرفته بود. مرحله نخست از مذاکرات یک هفته ای میان نمایندگان دولت و اعتلاف ملی اپوزیسیون سوریه دوازده بهمن ماه به پایان رسید. همچنین تلاش شد توافقی برای آتش بس در برخی مناطق حاصل شود، تا بتوان با استفاده از آن کمک های انسانی به نیازمندان در مناطق تحت محاصره رساند. این توافق سرانجام هفته جاری حاصل شد و سازمان ملل کمک های انسانی خود را به مناطقی در همس که از حدود دو سال پیش در محاصری نیروهای دولتی است رساندند. همچنین گزارش ها از خروج بیش از 800 تن از زنان، کودکان و کهنسالان از این مناطق هستند. با وجود نقض جزئی آتشبس در برخی مناطق همس و هدف قرار گرفتن کاروان های حامل کمک انسانی ابراهیمی از دو طرف خواست برای دستیابی به آتشبس در مناطق دیگر اقدام کنند. او تاکید کرد که تنها ادامه تماس میان دولت و مخالفان می به دستیابی به توافقی فراگیر در ژنو منتهی شود. وزارت خارجه تونس به خاطر سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران که منجر به خروج هیئت آمریکایی از مراسم جشن قانون اساسی شد، ابراز تاسف کرده است. به گزارش انتخاب، جیکوب والد سفیر آمریکا در تونس به رادیو موزاییک گفت: مقامات وزارت خارجه تونس با من تماس گرفتند و به خاطر آنچه اتفاق افتاده بود، ابراز تاسف کردند. به گفت رفتار رئیس مجلس ایران متناسب با مراسم نبود و گفته است همه برای تمجید از تونس و دستاوردهایش حضور پیدا کرده بودند اما رئیس مجلس ایران تقریبا هیچ چیزی در مورد تونس نگفت و تنها سعی در اختلال در مراسم را داشت خبرگزاری دولتی ترکیه از آغاز دادگاه محاکمه 33 مزنون اصلی دست داشتند در بمبگذاری های نزدیک مرز سوریه خبر داده است. خبرگزاری آناتولی اعلام کرد محاکمه این افراد در دادگاهی در شهر آدنا آغاز شده است. به گزارش آسیو پرس از 33 مزنون اصلی بمبگذاری های شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه در 11 می گذشته دو نفر تبعی سوریه هستند. در دو بمبگذاری در این شهر حداقل 52 نفر کشته شدند. این مرگبارترین بمبگذاری در ترکیه طی سالهای اخیر به شمار می رود. ترکیه دولت دمش را به دست داشتن در بمبگذاری شهر ریحانلی متهم کرده بود. خبرگزاری فرانسه از برکناری سلیمان اصلان رئیس بانک دولتی خلق ترکیه خبر داد. سلیمان اصلان در ماجرای تحقیقات گسترده پلیس ترکیه درباره دور زدن تحریم های ایران و رشوهخواری برخی مقام های ترکیه بازداشت شد و به گفته پلیس این کشور در بازرسی منزل او 4.5 میلیون دلار پول نقد جاسازی شده در جوای کش کفش ضبط شد رئیس سابق بانک خلق ترکیه همراه 22 نفر دیگر از جمله فرزندان دو وزیر مستعفی کابینه رجب طیب اردوغان متهم شدند که با دریافت رشوه از رضا زراب تاجر ایرانی تبار در پولشویی میلیاردها یورو و همچنین قاچاق طلا از ترکیه به ایران دست داشتند. دولت ترکیه گفته است به دلیل کاهش میزان گاز صادراتی ایران به این کشور و گران بودن قیمت آن علیه ایران به دادگاه بین المللی لاهش شکایت کرده و خواستار دریافت 2.5 میلیارد دلار قرامت در این زمینه شده است. در ماه‌های اخیر اختلاف دو کشور بر سر قرارداد گاز منعقد شده میان دو کشور بالا گرفته است. میستان بختیاری و جزئیات بیشتر. اخیرا اختلاف میان دولت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوع قرارداد گازی که پیشتر میان دو کشور منعقد شده بود بالا گرفته دولت ترکیه معتقد هستش که جمهوری اسلامی ایران میزان گاز صادراتی خودش به این کشور رو بسیار بالاتر از قیمت جهانی در اختیار این کشور قرار میده و اگر در این قرارداد تجدید نظر نکنه اونها ناچارن که به دادگاه بین المللی لاه شکایت بکنن بر اساس قراردادی که سال 1996 میان دولت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران منعقد شد ایران میباید که در این سالها حدوداً 10 میلیارد متر مکعب گاز در اختیار دولت ترکیه قرار میداد که تاکنون تنها تونسته 7.5 میلیارد متر مکعب گاز در اختیار این کشور قرار بوده کمتر از اون چیزی که در قرارداد ذکر شده بوده از طرفی قیمت کنونی گاز صادراتی ایران به ترکیه برای هر هزار متر مکعب خودن 490 دلار هستش همین موضوع باعث اختلاف میان دو کشور هستش و ترکیه معتقد است این قیمت بسیار گران هست یک مؤسسه تحقیقاتی در ترکیه گفته که ایران گرانترین فروشنده گاز به ترکیه هستش و همین میزان گاز رو روسیه با قیمت کمتری حدودا 380 دلار در اختیار این کشور قرار میده البته جمهوری اسلامی ایران هم گفته که ما استنادات خاص خودمون رو در این زمینه داریم و تغییر در متن قرارداد هر سه سال یک بار میتونه اتفاق بیفته به نظر میرسه اختلاف عمده دو کشور بر سر این موضوع بیشتر برمیگرده به کاهش قیمت جهانی گاز به ویژه پس از زمانی که امریکا موفق شد به تکنولوژی استخراج و پالایش گازهای نامتعارف دست پیدا بکنه قیمت گاز در اروپا و امریکا کاهش پیدا کرد حتی روسیه هم در این زمینه برای حفظ مشتریان سنتی خودش تصمیم گرفته که گاز صادراتی خودش به این کشورها رو با قیمت کمتری ارائه بکنه همین موضوع یعنی موضوع قرارداد گازی در سفر اخیر آقای اردوغان به ایران هم مورد بحث و گفتگو طرفین قرار گرفت اما گویا در این به توافق چندانی دست پیدا نکردند که ترکیه ترجیح داده موضوع رو و مسئله رو از طریق دادگاه بین‌المللی لاهه پیگیری بکنه استانبول تلویزیون ایران فردا بر اساس گزارش گمرک ایران صادرات میانات گازی در ده ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ده درصد افزایش یافته است این افزایش در حالی است که آمار آبان ماه گمرک ایران حاکی از کاهش سی درصدی صادرات میانات گازی بود میانات گازی نوعی نفت خام سبک با کیفیت است و حدود یک چهارم کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل میداد در همین حال صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز در سه ماهه گذشته افزایش یافته است ایران در هفت ماهه اول سال جاری ماهانه به طور متوسط کمتر از 800 میلیون دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشت در حالی که طی سه ماهه اخیر این رقم ماهانه 1 میلیارد و 142 میلیون دلار بوده است خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از بازار سیاه خرید و فروش سبد کالا و گذاشتن تاریخ مصرف برخی از اقلام سبدهای کالایی در شهرهای ایران خبر داد. بنا به این گزارش به رغم آنکه گفته شده سبدهای کالایی رایگان هستند اما برخی فروشگاه های عرض کننده این سبدها از مردم بابت ماب و تفاوت وزنی برخی کالاهای سبد همچون گوشت مرغ و چه نب دریافت می کنند همچنین اقلام سبد کالایی در برخی از فروشگاه ها تکمیل نیست و وقتی مردم برای دریافت سبد کالایی خود مراجعه می کنند به مردم فیش هایی داده می شود که در زمان دیگری برای دریافت کسری سبد کالایی خود مراجعه کنند. در همین حال گزارش رسانه های ایران حاکیست دومین مرحله توزیع سبد حمایتی خانوار قرار است با سه تغییر در وزارت مسئول توزیع محتویات سبد کالا و گروه های دریافت کننده اجرایی شود. قرار است فاز دوم واگذاری بسته های حمایتی دولت به سه گروه مشخص از کارگران و بازنشستگانی که دریافتی ماهیانه آنان بالای 500 هزار تومان است و همچنین کارکنان دستگاه های دولتی مشمول قانون کار آغاز شود. وزارت خزانه داری آمریکا با صدور مجوزی تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی به منظور استفاده شخصی شهروندان را از فهرست تحریمی خود خارج کرد به موجب این مجوز از تاریخ 18 بهمن 92 خرید نرم افزارها، اپلیکیشن های تلفن همراه، سخت افزارهای گوشی های تلفن همراه، رایانه های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وبسایت و مواردی از این دست از دایره مقررات تحریمی خارج شد. در همین حال علی اکبر موسوی خوینی نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند آمریکا به عنوان یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم های یاد شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است اجرای جزئیات این مجوز تازه زمان است ولی رفع موانع حقوقی آن قدم بزرگی است هوای اکثر کلان شهرهای ایران به رغم برندگی های اخیر در مرز هشدار قرار دارد. سهم عمده آلودگی هوا در شهرهای ایران به بنزین غیر استاندارد تعلق دارد. در همین راستا مصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در خصوص اخبار منتصب به وی مبنی بر رفتن مردم از تهران برای نجات جان خود این موضوع را تکذیب کرد. هرچند که به نظر می های یک هفته اخیر در تهران هوای قبارالود تهران را تا حدودی تلطیف کند اما شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد هوای تهران از مرز هشدار گذشته است در این زمینه حشمت الله بستامی سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته هوای پایتخت به دلیل پایداری نسبی با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 52 میکرون روی عدد 155 در شرایط هشدار قرار گرفت. به گفته آقای بستامی با توجه به بارندگی های اخیر روز دوشنبه شاخص مونوکسید کربن روی عدد 55 و در شرایط سالم آلاینده ازون روی عدد 23 و در شرایط پاک دیوکسید نیتروژن روی عدد 88 و در شرایط سالم و دیوکسید گوگرد روی عدد 38 و در شرایط پاک بود این در حالی است که به گفته او در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیز روی عدد 91 ایستاده و در شرایط سالم است. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته با توجه به آنکه شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون مرز هشدار را رد کرده، توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در هوای آزاد و فعالیت بدنی در فضای باز خودداری کنند. همزمان اعلام شد که میزان آلاینده های موجود در آسمان عراق نیز از مرز هشدار گذشتند. امیر انصاری مدیر کل حفاظت محیط زیست و استان مرکزی به خبرگزاری ایرنا گفته است میزان دیوکسید گوگرد در عراق به 289 واحد رسیده که 8 برابر حد مجاز است. بابک اشیرتی رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی نیز عنوان کرده آلودگی هوا منجر به افزایش مراجعات اورژانسی با علائم تنفسی به بیمارستان‌های عراق شد. اشیرتی تاکید کرده که مراکز درمانی استان در شرایط هوای ناسالم به طور معمول با سه برابر مراجعات سرپایی و سی درصد بستری در بخش‌های تنفسی و قلب و عروق روبرو می‌شوند. آلاینده دیوکسید گوگرد عوارض فوری و حاد در ریه و دستگاه تنفسی دارد و حساسیت سوزش چشم تحریک مخاط و تشدید آسم را در پی دارد در همین راستا محسومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم در خصوص خبر رفتن مردم از تهران به دلیل آلودگی هوا که بازتاب ها و زیادی را نیز به همراه داشت گفت برای تشریح سیاست های سازمان محیط زیست در خصوص آلودگی تهران در بین اعضای شورای شهر حاضر بودم که یکی از اعضای شورای شهر با بیان اینکه دو فرزندش به خاطر هوای بد پایتخت بیمار شدند سوال پرسید که چه کار عاجلی باید برای حل این مشکل انجام شود و من در پاسخ به این پرسش گفتم که مشکل مربوطه یک شبه ایجاد نشده که بخواهیم آن را یک شبه حل کنیم البته این موزل به خاطر عدم رعایت مسائل زیست محیطی طی سالیان گذشته به وجود آمده است. بنابراین حل موزل آلودگی راه حل فوری ندارد و کسانی که دچار مشکل حاد در این زمینه هستند یا باید از خانه های خود خارج نشوند یا تهران را ترک کنند. معاون رئیس جمهوری با اشاره به برنامه های تدوین شده در خصوص محیط زیست در دوره قبلی ریاست خود در این سازمان گفت اگر این برنامه های مانند از رده خارج کردن خودروهای آلاینده انژکتوری کردن موتور اتومبیل ها و حذف سرب از بنزین و توجه به استانداردها در حوزه زیست محیطی متوقف نمیشد و استمرار می امروز شاهد چنین مشکلاتی در خصوص آلودگی هوا نبودیم رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه راه حل فوری در زمینه رفع آلودگی هوا وجود ندارد گفت طرح زوج و فرد کردن خودروها استفاده کمتر مردم از های شخصی، حضور کمتر افراد آسی پذیر در بیرون و یا خروج از تهران، کارهایی است که در زمان حاضر میتوان آن را انجام داد. شهرهای ایران به دلایل مختلفی از جمله استفاده از بنزین غیر استاندارد با آلودگی هوا روبروست. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه 80 هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این رقم 21 درصد میزان مرگ و میر سالانه در ایران است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز در 29 آبان ماه سال جاری گفته بود ماهانه 277 مرگ منتصب به آلودگی هوا در تهران گزارش می شود. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران به طور علنی از عدم انتشار امور قتل نزا و شمار قربانیان رویدادهایی چون تصادفات رانندگی خبر داده و گفته است توافق کردیم آمار نهایی نزا و قتل را اعلام نکنیم آقای احمد شجاعی گفته است توصیه ما این است که وقتی ما به عنوان منبع آماری را ارائه می دهیم رسانه ها آن را پرورش دهند تا بتوانند در کاهش جرایم به خصوص قتل موثر واقع شوند چرا که یک خبر می تواند آمار را به طور جدی کاهش دهد رئیس سازمان پزشکی همچنین بدون اعلام آمار قتل در سال گذشته از کاهش آن خبر داد. یکی از قاضی های قوه قضایی جمهوری اسلامی که از مسئولان پیشین دادگستری و سازمان بازرسی کشور بوده میگوید هنگامی از کار در دادگستری دل کند که دید یکی از همکارانش برای تعیین مجرم واقعی میان دو متهم که نسبت به آنها تردید جدی وجود داشت قرعه کشی کرد. این قاضی از ادام های بدون حساب و کتابی سخن گفته که تنها بر اساس تفسیری از شرع است و از این رو غیر قابل تغییر این قاضی پیشین از ادام در ملع عام انتقاد کرده و نقد کرده است که این موضوع تا چه حد بر روحیه مردم اثر منفی گذاشته است و همچنین گفته از اینکه بینیم مردم کشورم برای دیدن بدار آویخته شدن یک انسان هرچند که مجرم باشد از نمه شب میروند جا میگیرند و چای و تنقلات میبرند بیزار و شرمسارم این قاضی در بخش دیگری از یادداشت طولانی خود که برای وبسایت ایران وایر نوشته گفته است های بسیاری در جمهوری اسلامی صورت میگیرد که کاری از عهده کسی بر نمیآید یوسف علی نیرشکاک میگوید اسلام احتیاجی به سینما ندارد به گزارش خبرگزاری فارس این نویسنده اصولگرا در نشست سینمایی دینی گفته است اگر اسلام به سینما احتیاج داشت حضرت حق ملائک مقرب و آقا رسول الله حتما فکری برای سینما میکردند و به نوعی به این حوزه وارد میشدند و همچنین گفته امام خمینی میفرمود ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم برخلاف ای که از این حرف نتیجه میگیرند که امام تعرضی به سینما نداشته من فکر می کنم که او با بیان اینکه ما با فحشا مخالفیم اتفاقا به ذات سینما تعرض می کرد فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی با حضور فرماندهان سپاه و بسیج اکران شد و از کارگردان و تهیه کننده فیلم تقدیر به عمل آمد. در این مراسم که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی حضور داشتند، مسئول دهنمکی از اعضای انصار حزب بود و نقش عمده در سرکوب دانشجویان در ماجرای 18 تیر داشت. همواره از رانت حکومتی بهره برد و فیلم های او از جانب نهادهای قدرت حمایت های همه جانبه شد. با وجود فشار بر اقلیت ها و در حالی که اهل سنت در تهران از داشتن یک مسجد محروم هستند، معاون امور بین المللی حوزه های علمیه ادعا کرد نماز جمعه اهل سنت در چهار نقطه شهر تهران اجرا شده است. منابع خبری اهل سنت با تکذیب این موضوع از فشارها بر خود سخن گفتند. در جمهوری اسلامی فشار بر اقلیت‌ها و نقض گسترده حقوق آنها همواره مورد انتقاد و نگرانی گسترده فعالان حقوق بشر در ایران بوده است. اخیرا محمد تقی مصباح یزدی از روحانیان تندرو اهل سنت را کسانی توصیف کرده که در مسائل دین اشتباه می و راهی غلط را برگزیدند. محمد حسن زمانی معاون امور بین المللی حوزه های علمی ادعا کرده که در حال حاضر در چهار نقطه شهر تهران نماز جمعه اهل سنت برگزار می شود. آقای زمانی به خبرگزاری فارس گفته ادعای دشمنان نظام اسلامی ایران در خصوص عدم برپایی نمازهای جمعی اهل سنت در پایتخت تخت کذب است. وی افسوده متاسفانه در خصوص برگزاری نماز جمعه اهل سنت اطلاع رسانی خوبی نشده و همین امر زمینه را برای توطئه پراکنی دشمنان اسلام و نظام مقدس اسلامی فراهم کرده است. وبسایت های خبری اهل سنت با تکذیب این ادعا گفتند حتی مساجد آنان در استان های محروم از جمله سیستان و بلوچستان نیز تخریب می شود اهل سنت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و در دست گرفتن قدرت از سوی روحانیون شیعه بیش از 35 سال است که تحت فشارهای سیاسی، مذهبی و اجتماعی قرار دارند. آنها سالهاست اجازه برگزاری نماز جمعه و در اختیار داشتن مسجدی در شهر تهران را ندارند. اما محمد حسین زمانی این مسئله را تکذیب می کند. معاون امور بین المللی حوزه های علمیه در عین حال از ارائه آدرس و مشخصات نقاطی که به گفته او اهل سنت آزادانه در آنجا نماز جمعه برپا می کنند خودداری کرده است. وی در عین حال تایید کرده روحانیون شیعه سالها پیش از ساخت مسجد اهل سنت در شهر تهران جلوگیری کردند. در همین حال محمد تقی مصباح یزدی بار دیگر سخنانی تحریک‌آمیز بیان کرده و با حمله به اهل سنت ادعا کرده که بسیاری از آنها در تشخیص فهم درست از اسلام و دین اشتباه کرده و راهی غلط را برگزیدند. مصباح یزدی سوم بهمن ماه نیز در اظهاراتی کم سابقه عثمان خلیفه سوم اهل تسنن را فردی دنیاگرا، باندباز، قومگرا و اهل تبعیض معرفی کرده بود. مصباح یزدی گفته بود که اقدام خلیفه سوم در نهایت منجر به قتل وی از سوی مردم شد. به دنبال اظهارات تحریکامیز این روحانی تند رو گروه جیش با انتشار اطلاعیه اعلام کرد پنج مرزبان ایران را در واکنش به توهین مصباح به عثمان رو بوده است. این گروه پنج شنبه هفته بهمن ماه در منطقه جکیگور استان سیستان و بلوچستان پنج مرزبان ایران را رو بوده و مقام های جمهوری اسلامی نیز تایید کردند که این افراد مفقود شدند. در اطلاعی این گروه خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی آمده، رژیم صفوی بداند که توهین و حدک و حرمتها به ساحت امهات المؤمنین و صحابه کرام رزوان الله اجمعین و عقیده مسلمین بیپاسخ نخواهد ماند. اقلیتهای قومی و مذهبی همواره در جمهوری اسلامی تحت فشار بودند. آنها نه تنها اجازه برگزاری مراسمهای مذهبی را ندارند بلکه در سمتهای سیاسی ایران هم جایی ندارند. از زمان دولت موقت مهدی بازرگان تا کنون هیچ از مدیران غیر شیعه در سمت‌های همچون وزارت، سفارت یا استانداری قرار نگرفتند. گروهی از مسئولان تندروی حکومتی ایران و تعدادی از روحانیون ارشد شیعه مخالف استفاده از اهل سنت در سمت‌های ارشد دولتی هستند. حسن روحانی پس از رسیدن به ریاست جمهوری برای اولین بار پست جدیدی تحت عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی ایجاد کرد و مسئولیت آن را به علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی سپرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 حسن روحانی از حمایت زیادی از سوی اقلیت‌های مذهبی و قومی برخوردار شد. در این انتخابات وی بیشترین درصد آرا را در استانهای سنی نشین سیستان و بلوچستان و کردستان به دست آورد اما با وجود این حمایت روحانی حتی یک استانداری را هم به اهل سنت اختصاص نداد روز یک شنبه گذشته تعدادی از ایرانیان مقیم فرانسه در میدان حقوق بشر تروکادرو در پاریس گرده هم آمدند و به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. شاهزاده رضا پهلوی نیز در این جمع حضور داشت و به ایراد سخنرانی پرداخت که توجه شما را به گزیده از آن جلب می کنن. از شما دعوت می کنم که به فراخان حشمت تبرزدی که شجاعانه از پشت درهای بسته زندان جمهوری مستبد اسلامی ارسال کرده است سلام داده و با مشارکت و حضور پررنگ خود در گرد امایی در 22 تا 27 بهمن صدای بی صدای ملت ایران باشید هم میهنانم بر اساس همه این دلایل همه تمرکز خود را می بایست بر همبستگی ملی در راستای ارائه یک آلترناتیو سکولار دموکرات و در اجرای برنامه های مشترک از جمله کمپین نه به اعدام و نه به پوشش اجباری و دیگر موارد برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی قرار دهید و بر سیاست های و درون کشورمان تأثیر گذار همیهنان هم بدانند که هر شهر هم دور هستیم ولی که ما یک ملت هستیم یک روح در هشتاد میلیون جسم تا آزادی یک زندانیان سیاسی عقیدتی تا آزادی ایران تا برابری رفاه امنیت برای هر شهروند ایرانی دست در دست هم میستیم می ما همیشه در صحنه بودیم هستیم و خواهیم بود پاینده ایران با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را رو برایتان آرزو میکنم خدا نگهدار